آقای دکتر و سلام درود بر شما ارادتمندم پاینده باش تو این برنامه چه میکنیم؟ دیگه طبق روال که تعریف کردیم اگر بتونیم وفادار باشیم به اون روال بریم سراغ بخشایی از ادبیات گذشتمون که یا اصلا دیده نشده یا اگر دیده شده خیلی جدی گرفته نشده یا ما به شکلی به اونها مواجه بشیم که یه قوت قلبی برای فرهنگ ما باشه که ما در حتی گوشه کنارهای نسبتا گمنام ادبیات اون چه اتفاقای بزرگی می افتاده و مخفول مونده بگه باشید بله بله چند تا شاعر رو من تا حدی که فرصت باشه در برنامه امروز نگاه کردم گفتم یادآوری بکنم شاعرانی که گاهی حتی اسم هاشون برای اهل مطالعه هم آشنا نیست مثلا من شاعری از دوره سامانی به نام عبالعباس ربنجنی اووردم که خب شاید بگیم که این از اسیر الدین اخسیکتی هم گمنام اون بدنام شده به این که شاعر گمنامیه ربنجانی یا ربنجانی ربنجان جایی بوده در اطراف سمرقند مثل همه شاعران این دوره خراسانیه این هم خراسان بزرگ مرکز ادبیات اون دوره بوده و دلیلش هم یه روزی با هم صحبت کردیم این آقای عبالعباس ربنجنی یک شعر عجیبی داره از این جهت که نصر ابن احمد سامانی فوت میکنه پادشاه سامانیان و به جای او امیر محمد مینشینه حالا این به عنوان یک شاعر معتبر دربار که واقعا معتبر بوده ها یعنی اوفی در کتاب لباب الالباب خیلی با توصیف های ستایشگرانه از همین آقای ربنجنی یاد میکنه معلوم که شاعر سرشناسی بوده حالا این شاعر در دروا باید چکار کار کنه بیاد بگه که من خیلی خوشحالم که شما به تخت نشستی سرشو از تنش جدا میکنن که پدر من تازه مرده مثلا تو اومدی خوشحالی میکنی بیاد بگه حیف شد که پدر مرد میگه پس منظور این بود که من شاه خوبی نیستم میدونید خیلی لحظه حساسی سکوت هم نمیتونه بکنه پس باید یک تنظیم هنرمندانه ای از کلامش بکنه میاد شعری میگه که بعدها فروخی سیستانی که شاعر بزرگ درباره غزنویان هست یاد میکنه از شعر رونجنی که چه، چه، کار قدرتمندانه ای کرده همزمان که اعلام تاسف میکنه از درگذشت شاه مرده ابراز خوشحالی میکنه از اینکه این شاه جدید بر تخت نشسته این کار سختیه ابیاتش بین ادبا و اهل ادبیات مشهوره میگه پادشاهی گذشت پاک نژاد پادشاهی نشست فرخزاد برگذشته یعنی به اون که فوت کرده برگذشته همه جهان غمگین بر نشسته همه جهان دلشاد هر مثل او به یکی اختصاص داده گر چراغی ز ما گرفت جهان باز شمعی به پیش ما بنهاد ببینید اونقدر هوش بیان و زبانی داشته که رضایت اون ممدوحش رو به هر شکلی که شده فراهم کنه این هوش زبانی مال شاعران بزرگه که تو جوری الفاظ رو بنشانی که هم خوشایند رو شاعرانه باشه نه در تاریخ ادبیات بنشینه و دیگران ستایش کنن و همین که در اون لحظه هدفی که داری بهش نایل بشی بود که شاعران این دوره قصیده میگفتن اصلا قصیده معنیش همینه قصیده از کلمه قصد گرفته میشه یعنی شعری که به قصد خاصی سروده میشه میخوای تبریک بگی میخوای تسلیت بگی میخوای ستایش کن یه قصدی داری مثل شعری که امروز ما میشناسیم نیست که بگیم یک لحظه ماورایی است و ناخودآگاه و شاعر بنشین منتظر بشه ببینه چه احساسی بهش دست میده و ناخداگاه بنویسه نه اون وقت تصمیم میگرفته میشسته قصیده برای این موضوع میگفته پس این قصیده که سروده میشه بعد اون هدفی که داره اون قصدی که داره بهش برسه و این قصیده موفقی نیست و این آقای عبول عباس ربنجنی به قصد خودش میرسه یعنی این پادشاه با هر حالی که داره راضیه راضی از این کلامی که میشه دربار اون موقع اینجوری بوده که تو شعرهای زیادی بودن بحلی. و با هم دادو رقابت میکردن داد و ستت میکردن شاعرانی بودن که دنبال موقعیت میگشتن تازه وارد بودن میخواستن جاشون رو محکم کنن شاعرانی بودن که احساس خطر میکردن از یک شاعر تازه‌ای که میومده و میخواستن موقعیت خودشون از دست ندن حالا چون این صحبت کرد باز من برم سراغ موضوعی که پیش بین نکرده بودم یک روزی از امیر معزی نیشابوری براتون صحبت کرد بله بله بله, بله. چه شعرهای زیبایی بله, بله ای ساربان منزل مکان جز در دیار یار من فوق العاده شعر تاثیرگذار و جذابی امیر معزی نیشابوری ملک و دربار بوده در دوره سلجوقیان و انوری که شاعر بزرگ تاریخ ماست امروز کمتر شناخته میشه در گذشته انوری رو یکی از سه پیغمبر شعر میدانستند شاعری میاد میگه که در شعر سه کس پیغمبرانند هر چند که لا نبی و بعدی هر چند که از پیغمبر پیغمبر نمیاد اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی یعنی این تن پیغمبران شعر انوری همچین شاعر بزرگیه حالا جوان تازه وارد دربار میشه و توقع داره که خوب یه جایی پیدا کنه شاعر خوبی هم است اما یه چیزی شنیده بوده از امیر معزی نیشابوری شاعر بزرگی که میگن حافظه فوق العاده داشت امیر معزی و اگر شاعر جوان می اومده برای اینکه به دربار راه پیدا کنه اول باید آزمونی پیش امیر معزی میداده یه مصاحبه میشده با امیر معزی که این صلاح بدونه که این بره برای شاه شعر بخونه یا نه هر کی یه شعر قابل یه شعر ظریف یه شعر زیبایی بخونده امیر موزی در جا حفظ میکرده بعد میگفته که جوون برو دنبال یه کار دیگه خوب نیست که شعر دیگران رو به نام خودت بخونی بعد گفت نه شعر خودم گفت این حرفا رو نزن شعر خودم من این شعر رو من گفتم بعد همه این شعر رو براش میخونده خب همه باور میکردن که شعر خودشه چون شعر, شعر دیگری که آدم در حافظش نگه نمید. این قابلیت رو داشته یه بدجنسی بوده دیگه حالا به شادم شاید هم میترسیده این جوان بیاد خیلی زود میداندار بشه. اگه شعرش خوب بوده. انور اینو میدونسته. میاد توی دربار و میره مصاحبه بده به خدمت امیر موعزی که ملک و شعراست. بعد رندی میکنه. یک شعر خیلی ساده یه دم دست رو همونجا میسازه که خیلی ابتداییه در واقع. میگه شعری داریم، میگه بله من این شعر دارم میخوام برای پادشاه بخونم میگه بفرما بخون ابیاتشو میگه که توی شاه و توی شاه و توی شاه توی میر و توی میر و توی میر و همین سادگی چند بیتی میگه امیر موزی تو زنش میگه خب زنگ تفریح خوبیه حالا میاریم در حضور شاه بخونه که نگه جوونا رو نمیاری اینم که دیگه معلومه چیه میگه باشه بیا مثلا سر فرصت وقتی انوری میاد در حضور شاه میگه پادشاه ها یک شاعر جوان هست که دوست داره در محضر شما شعر بخونه منم که میدونی جوان رو تشویق میکنم فرصت بهش دادم که آزمون بده طبع خودش رو اینجا و به چشم شما بیاد شاه هم میشه که گوش کنه انوری شروع میکنه که گردل و دست بهر و کان باشد دل و دست خدایگان باشد بعد برمیگرده رو به امیر مویزی که این شعر برای ملک و شعرهای عزیزمون آشنا نیست اونم طبیعتا میگه نه بعد که بهترین قصیده های خودش انوری میخونه و به زودی شاعر اول اون دربار میشه و بعد تا خود انوری میشه ملک و شعرهای اون دربار خب وقت دارم که یه شاعر دیگر رو اشاره کنم بله میخوام از ابو شکور بلخی فقط یه اشاره کنم بهش که ابو شکور بلخی اگر ما شاعران رو نماینده دوره ها بگیریم دوره رودکی و دوره فردوسی و دو دوره که به هم چسبیدن در نظر بگیریم ابو شکور برخی میشه بین این دو دوره یعنی نیمه دوم دوره رودکی و نیمه اول دوره فردوسی جالبه که سال در گذشته رودکی سال تولد فردوسی می که 329 هجری که این وقتی رودکی میمیره در همون سال فردوسی به دنیا میاد این فاصله رو ابو شکور و بلخی پر میکنه یک منظومه به نام آفرین نامه داره که حالا بماند بحثش جای دیگری باید انجام بشه خیلی معتبر بوده اونم نامش در متون مختلف آمده بیت خیلی خوبی داره که به شکلایی تو حافظه مردم ما هست میگه مگر پیش بن شاندت روزگار که بهزو نیابی تو آموزگار یکی سخت بازی کنن روزگار و این به شکلای مختلف معلوم میشه وقتی که فردوسی این بیت رو میگه یه نگاهی به ابو شکور و بلخی داره چون قبل از فردوسی آثارش رو قرده سه بیت هست اینجا که من دوست دارم براتون بخونم از ابو شکور و بلخی میگه به دشمن برت مهربانی مباد که دشمن درختی است تلخ از نهاد درختی که تلخش بود گوهرا اگر چرب و شیرین دهی مرورا همون میوه تلخ خارد پدید از او چرب و شیرین نیابد پدید خب قصه اینه دشمن مثل یک درختی که میوه تلخ میده هرچی هم چرب و شیرین پاش بریزی آخرش وقتی میوه بده تلخ, ترخ میده خب خیلی ترکیب قشنگ حالا زبانه بعد ما میریم میبینیم که در حجم نامه ای که مشهور فردوسی خطاب محمود قذبی گفت بعد از اون قذبی که شد سه بیت فردوسی داره که شباهت قریبی به این سه داره میگه درختی که تلخ است و رشت اگر بر نشانی به باغ بهشت و از جوی خلدش به هنگام آب به بیخنگبین ریزی و شهد ناب سرانجام گوهر به کار آورد همان میوه تلخ بار آورد حتی اگه اصلا به رزی پاش میوهش تلخه فکر نکنید که چون میوهش تلخ بوده اصل به رزی پاش میوه شیرین میشه به شکل کنایی میخواد بگه خودش گفته پرستار زاده ناید به کار اگر چند دارد پدر شهریار پرستار در متون قدیم به معنی خدمتکاره به معنی امروزش نیست و داره کنایه میزنه به محمود غزنوی که پدرش سبکتگین قلام دربار سامانیان بود میخواد بگه خب معلومه تو کار شاهانه نمیتونی بکنی تو قلام زاده ای درختی که تلخ است فیرا هر کارم بکنی تلخ میود که این فکر میکنم از بدتای ناسزا ها هم برای محمود غزنوی که خیلی غرور پادشاهی داشت بدتر محسوب میشد و خب غزنویان کلا غلامان دربار سامانیان بودن که کم کم راهو یاد گرفتن قدرت گرفتن و به جای سامانیان بر تخت نشستن و حالا خواستم بگم که ابو شکور بلخی که ما در واقع نمیبینیمش تو ادبیاتمون یه همچین آدمیه که فردوسی, فردوسی مشربش میشه ابو شکور بلخی بسیار ممنونم که بد نیست که مردم ما نمیگن برن ابو شکور بلخی بخونن از این بعد ولی فکر نکنن که فردوسی با یه فردیت مستقل یک دفعه میشه فردوسی یه مقدمه پشتوانه ای پس زمینه ای چیزی ای این شخصیت ها دارن که نم نم پرورش پیدا میکنن یه ابو شکور بلخی پشت فردوسی هست که فردوسی میشه فردوسی این خیلی نکته بره. مهمیه خیلی خیلی متشکرم بی نهایت بره. ممنونم خیلی دلچسب خیلی شیرین و خیلی آموزنده مثل همیشه خیلی ممنونم ازتون خدا نگهدار شما